به گزارش ها از مرز عراق و سوریه نیروهای پیشمرگه کرد با نیروهای دولت عراق درگیر شدند. همچنین بعضی رسانه های کردستان عراق از درگیری بین پیشمرگه ها و نیروهای دولت عراق در منطقه مخمور در 50 کیلومتری موسل هم خبر می دهند. همزمان نیروهای هشت شبی می گویند که در جنوب غرب موسل با داعش درگیر شدند و 24 نفر از نیروهای داعش را کشتند. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در منطقه از اربیل با ماست. نفیسه، در مورد این خبرهای جسته و گریخته در مورد درگیری پیشمرگه ها و نیروهای دولتی عراق به ما بگو، تو چه چیز بیشتری میدونی؟ فرناز، خبرها زد و نقیزه، هر کدوم از طرفها یک چیزی رو دارن به ما میگن. از طرف عراقی، اونطور که ما با فرمانده های عراقی صحبت کردیم، میگفتن که هیچ دستور حمله ای از طرف نیروهای عراقی وجود نداشت و این نیروها از دیروز کاملا متوقف شدن تا مذاکرات برای دست به دست کردن مرز و منطقه مرزی ترکیه و همچنین منطقه مرزی سوریه بین پیشمرگه و نیروهای عراقی اتفاق بیفته. اما و متهم می‌کردن که احتمالاً حمله از طرف نیروهای پیشمرگه بوده. نیروهای پیشمرگه هم میگن که حمله از طرف نیروهای عراقی بوده، به خصوص در مخمور، و بعد تصاویری رو منتشر کردن که نشون میدادن که تعدادی از نیروهای عراقی رو به گروگان گرفتن. و البته بعد از اینکه یکی از فرمانده‌های ارشد پیشمرگه دستور داده، اینها رو آزاد کردن. حدود بیشتر از 10 نفر رو ظاهراً گروگان گرفته بودن. و الان هم خبرها حاکی از اینه که نیروهای دولتی عراق دارن به سمت مخمور میرن. این چیزی که ما تا الان متوجه شدیم اینه که در سطح بالا، در سطح فرمانده های ارشد، چیزی به اسم دستور حمله از هیچ کدوم از طرف ها وجود نداره. اما به هر حال روی زمین همه چی قابل کنترل نیست و هر دو طرف میتونن اعصاب همدیگه رو هم به راحتی خورد بکنن، یا یکی از فرمانده هایی که روی زمینه برای اینکه حالا طرف مقابل رو تحریک بکنه اقدامی انجام بده. این الان شرایطی که ما باهاش اینجا مواجه هستیم. در مرز ترکیه ما میدونیم که مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه. تعدادی از نیروهای یعنی مقامات عراقی در ترکیه در شهر شرناق هستند و در حال مذاکره هم با نیروهای ترکیه برای نحوه دست به دست کردن مرز و همچنین با نیروهای پیشمرگه برای اینکه اونها عقب برن بدون درگیری و جاشون رو به نیروهای عراقی بدن. فردا هم آقای حیدرآبادی راهی ترکیه است که به نظر میرسه یکی از مهمترین موضوعهایی که قرار صحبت بکنه قضیه همین تحویل دادن مرز از طرف پیشمرگه به نیروهای عراقیه. اما فضای متشنج اینجا هست، دو طرف دارن به نوعی جنگ روانی هم علیه همدیگه میکنن و خبرهایی از کشته شدن چند نیروی عراقی هم در درگیری با نیروهای پیشمرگه به گوش میرسه. متشکرم نفیسه. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در منطقه از اربیل با ما.